نام آخرین اتوبوس کریسمس به روایت پاتریشیا لینچ نویسنده ایرلندی. عجله کن ماهیل، دوتا شمع قرمز بیار اینجا. ماهیل، دوتا شیشه نیم کیلویی مربای توت فرنگی و 4 بسته نیم کیلویی کشمش. ماهیل دالی، از بس منتظر موندم خسته شدم. آخه چجوری میتونم بدون نخ بسته های مشتری ها رو ببندم؟ ماهیل از داخل جعبه ای در گوشه مغازه پشت بسته های بیسکویت یک مشت نخ برداشت و به طرف آقای کوگلان دوید. بعد شیشه های مربا و بسته های کشمش رو به کادوگان داد و شمع ها رو از روی پیشخون به طرف جیم ریودن سر داد. اون وقت برگشت و مشغول پر کردن کیسه های نیم کیلویی شکر شد. ماهیل شاگرد مغازه بود و آقای کوگلان به او قول داده بود که در صورت داشتن رفتار شایسته روزی او رو دستیار خودش میکنه. خانم کوگلان بهش گفته بود تو باید سپاسگزار باشی، چون برای پسر بچه یتیم این شانس فوق العاده بزرگیه. ماهیلم سپاسگزار بود، اما وقتی ازدحام خانم های مشتری رو میدید که ساک ها و سبد هاشون رو پر از اجناس مخصوص عید کریسمس میکردن افسرده میشد. با وجود این، در حالی که کاغذهای رنگی رو می آویخت و ویترین مغازه رو با پولک تزیین می کرد، سوت می زد و آواز می خوند. او کشمشی تو دهنش گذاشت و از لای در به دونه های درشت برف خیره شد و پیش خودش فکر کرد در تعطیلات کریسمس همه به خونه هاشون می رن به غیر از من. خانواده کوگلان همیشه در کریسمس پیش بستگانشون می رفتن. خانم کوگلان همیشه مقدار زیادی خوراکی برای ماهیل می گذاشت و آقای کوگلان هم 1 شیلینگ به او ایدی می داد. ولی ماهیل تا هنگام برگشتن اونها شام کریسمسش رو نمی خورد. او در روز اول عید بعد از انجام مراسم مذهبی در کلیسا به گردش در خیابونهای اطراف می پرداخت و به سر و صداهایی که از به هم خوردن بشقابها در خونه ها بلند می شد گوش می سپرد. وقتی ماهیل بسته های بیسکویت و نیم کیلو گوشتی رو که آقای کوگلان به سرعت ورقه کرده بود برای پیتر کادوگان آورد، او زمزمه کرد فقط 2 دیگه مونده. جیم ریودن گفت ماهیل 2 دیگه شکر بیار. راستی اتوبوس چه خطی رو سوار میشی؟ جیم تازه به مغازه اونها اومده بود و نمیدونست ماهیل یتیمه و ماهیل هم خجالت میکشید بگه که خونه ای نداره تا کریسمس رو در اونجا بگذرونه. با این حال گفت اشتون کی؟ جیم گفت خب پس با هم میریم. من کیسم رو زیر پیشخون گذاشتم، تو هم مال خودتو بیار. دفعه بعد که ماهیل برای جیم شمع و کشمش آورد، دستیار جدید پرسید که اتوبوس ماهیل 7 حرکت میکنه. ماهیل گفت اگه الان بدوم سر وقت میرسه. بعد رو به پسر کرد و گفت پس زود باش پسر، کیست رو وردار و راه بیفت. ماهیل به سرعت به طرف خونه دوید، به اتاق تاریک و کوچیک خودش که زیر راه پله قرار داشت رفت، ولی جرأت نکرد چراغ رو روشن کنه، چون در اون صورت خانم کوگلان ازش میپرسید که چه کار میکنه و اون وقت با 1 میفهمید که او خیال داره برای کریسمس به خونه بره. ماهیل با خودش گفت خونه؟ بله، خونه جاییه که همه مردم به اون تعلق دارن. منم به منطقه کاریگاشین تعلق دارم و با این فکر
چیزهایی رو که داشت در یک پارچه شمعی پیچید و بارونیش رو که به قلاب پشت در آویزون بود برداشت و پیش از این که آقای کوگلان متوجه نبودنش بشه به مغازه برگشت. آی مایهیل، کمک کن این گوشتا رو خرد کنم. هیچ وقت در همه عمرم این همه گوشت خرد نکردم. ماهیل بخشش رو زیر پیشخون پنهون کرد و برای کمک رفت. پیتر همونطور که در مغازه رو میبست تا مشتری دیگه‌ای وارد نشه فریاد زد: کریسمس رو پیش خانواده گذروندن عالیه، اینطور نیست؟ آقای کوگلانم غرغر کنان گفت: پول هدر دادنم وحشتناکه، اینطور نیست؟ خانم کوگلان بهترین کلاهش رو بر سر گذاشته بود و بهترین کت یقه پوستیش رو پوشیده بود و منتظر ایستاده بود. آقای کوگلان گفت: بچه ها، میتونم خواهش کنم موقع بستن مغازه به جای در اصلی از در عقبی بیرون برید؟ پیتر و جیم یک صدا جواب دادن: بله، البته آقا. آخرین مشتری رو راه انداختن و پیتر فریاد زد: تموم شد، من دیگه میرم. بقیه گفتن: امیدواریم سالم به خونه برسی. جیم به طرف ایستگاه به راه افتاد و مایهیل هم بخشه به دست، در حالی که دکمه های کتش باز بود و لبه های کت در هوا تکون میخورد، به دنبال او دوید. جمعیت زیادی در انتظار اتوبوس بری در هم میلولیدن. سیل جمعیت اون دو رو به طرف ایستگاه برگ و بعد از اون به طرف ایستگاه اشتون روند. جیم فریاد زد: من باید سوار این اتوبوس بشم. ماهیل زمزمه کرد: این که جای خالی نداره. دلش برای جیم سوخت، ولی شاید جیم مجبور میشد برگرده و اونها میتونستن تعطیلات کریسمس رو با هم بگذرونن. اتوبوس حرکت کرد. جیم خیز برداشت و کمک راننده بازوش رو گرفت و او رو بالا کشید. جیم برگشت و برای مایهیل دست تکون داد. صورت گرد و قرمزش از شادی می درخشید. اتوبوس جای نشستن نداشت و او بایستی تمام مسیر رو می ایستاد، اما جیم به ایستادن عادت داشت. جمعیت در دو صفحه طولانی به انتظار ایستاده بود. ماهیل آخر طولانی ترین صف ایستاد. زن روستایی قوی هیکلی که دختر کوچیک و لاغری رو در بغل و چهار بسته بزرگ رو در دست گرفته بود پشت سرش ایستاد و پرسید: کجا میخوای بری پسر جون؟ ماهیل با غرور جواب داد: کاریگاشین. زن گفت: تا به حال اسم چنین جایی رو نشنیدم، اما شک ندارم که وقتی به اونجا برسی از دیدنت خوشحال میشن. نگاه کن، اتوبوس اومد. ماهیل مؤدبانه گفت: من بسته ها رو براتون میارم خانم. تمام صندلی ها پر بود. با وجود این جمعیت به زور همدیگر رو هل میدادن تا سوار بشن. ماهیل تلاش کرد تا پاش رو روی رکاب اتوبوس بگذاره. راننده گفت: فقط یک همه دیگه مونده، یک هم. وقتی ماهیل پاش رو از روی رکاب برداشت و گفت: خانم اول شما سوار شید، زن دختر کوچیکش رو سوار کرد. ماهیل هم به زور بسته ها رو داخل اتوبوس کرد. وقتی راننده میخواست از سوار شدن مادر جلوگیری کنه، صدای اعتراض مسافرها بلند شد. مرد لاغرندامی گفت: مطمئنن خیال نداری بچه رو از مادرش جدا کنی. زن درشتیکل گفت: بچه‌م میتونه روی زانوم بشینه. بعد رو به ماهیل کرد و گفت: پسرم، ممکنه کمی منو هل بدی؟ خدا خیرت بده. ماهیل زیر بغل زن رو گرفت و در بالا رفتن از اتوبوس کمکش کرد. اتوبوس
به راه افتاد. مایهیل بر جای ایستاد و به اتوبوس که به تدریج از اونجا دور می شد نگاه کرد. او با خودش فکر کرد، بازم تنها موندم. انگار فراموش کرده بود که اصلا نیازی به ترک دوبلین نداشته. در همون لحظه برخورد دونه های برف روی صورتش موضوعی رو به یادش انداخت. او میتونست به همون خونه خالی پشت مغازه برگرده. شاید هنوز شامش روی میز آشپزخونه انتظار او رو میکشید. او میتونست آتش بخاری رو شعله ور کنه و بنشینه و کتابش رو بخونه. ایستگاه از مردم خالی شد. مأمور قد بلندی در ایستگاه قدم میزد. او با کنجکاوی به مایهیل و بخشش نگاه کرد. از او پرسید، پسرم به اتوبوس نرسیدی؟ مایهیل توضیح داد، پر بود، اصلا جای خالی نداشت. مأمور ایستگاه که با او احساس همدردی می کرد گفت، بدشانسی آوردی، میتونی به همون جایی که اومده بودی برگردی؟ مایهیل با سر جواب مثبت داد. مأمور ایستگاه گفت، برای سفر شب بدیه، شاید قسمت این طور بوده. و دوستانه سری تکون داد و از اونجا دور شد. مایهیل با خودش فکر کرد، بهتره برم شامم رو بخورم. همون لحظه کالسکه عجیب و غریبی که دو اسب اون رو میکشید از روی پل آهنی عبور کرد و به طرفش اومد. راننده کالسکه شنل بزرگی به دور خودش پیچیده بود و کلاه لبه‌دار نواردوزی شده‌ای بر سر گذاشته بود و اونو تا روی چشمهاش پایین کشیده بود. راننده شلاقش رو در هوا تکون داد و کالسکه رو کنار مایهیل متوقف کرد. مایهیل خودش رو کنار کشید. او اصلا از کالسکه خوشش نمی اومد. راننده خم شد و با شلاق در کالسکه رو باز کرد و گفت، سوار شو، آخرین اتوبوس کریسمسه. ماهیل با خودش فکر کرد، چه کسی تا به حال اتوبوس اسبی دیده؟ انگار برای کریسمس به هر حیله ای متوسل میشن. ماهیل باز هم خودش رو عقب کشید. راننده گفت، یک سره تا کاریگاشین بدون توقف. مایهیل تونست درون کالسکه رو ببینه. صندلی ها با کوسن و کف کالسکه با علف تازه پوشیده شده بود. باد سرد با شدت بیشتری بر چهرش میخورد. نگاهی به ایستگاه خالی انداخت و پاش رو روی رکاب کالسکه گذاشت و با زحمت خودش رو بالا کشید. بلافاصله در با شدت بسته شد. راننده فریادی کشید و اسب‌ها روی سنگفرش خیابون یورتمه رفتن. کالسکه به شدت تکون می‌خورد و به این سو و اون سو حرکت می‌کرد. مایهیل سعی می‌کرد روی صندلی دراز بکشه ولی ناگهان سر خورد و روی کف کالسکه افتاد. علف‌ها نرم و تمیز بود. مایهیل بخچش رو مثل بالش زیر سر گذاشت و به خواب عمیقی فرو رفت. صدای شدیدی او را از خواب پروند. با خودش فکر کرد، فراموش کردم مبلغ کرایه رو بپرسم. راه بسیار زیادیه، نکنه از من 10 شیلینگ کرایه بگیره. خب امکان داره، ولی من که 10 شیلینگ ندارم، فقط 2.5 شیلینگ دارم، بیشتر از اینم کرایه نمیدم. سعی کرد از جا بلند بشه ولی کالسکه با شدت تکون میخورد و او رو به این طرف و اون طرف مینداخت. پس مجبور شد دوباره همونجا بنشینه. مایهیل فریاد زد، آقا، کرایتون چقدر میشه؟
سر و صدای کالسکه و صدای سم اسب‌ها به قدری شدید بود که او حتی صدای خودش رو هم نشنید. با این حال ساکت نشد و دوباره فریاد زد: من بیشتر از 2 شیلینگ و نیم نمیدم. از حالا بهتون گفته باشم. ناگهان در کالسکه باز شد و ابتدا مای هیل و به دنبال او بخچش به بیرون پرتاب شد. او کنار جاده‌ای پوشیده از برف افتاد. در زیر نور ماه جاده از لابلای کوها میگذشت. جاده‌ای متروک و خالی. وزش باد قطع شده بود ولی ریزش برف همچنان ادامه داشت. از دور دست صدای عجیبی شنید. صدا نزدیک و نزدیکتر شد و به زودی مای هیل متوجه شد که کسی با صدای بلند و عجیبی یک آواز قدیمی رو زمزمه می کنه. مرد آوازخون به آرومی نزدیک شد. او پیرمردی بود که کیسه سنگینی بر دوش داشت. پیرمرد کیسه‌اش رو بر زمین گذاشت و از مای هیل پرسید: پسر جون، چه اتفاقی افتاده که این وقت شب روی برف ها نشستی؟ مای هیل از جا بلند شد و جواب داد: من با کالسکه از دوبلین اومدم. خجالت کشید بگه که از کالسکه به بیرون پرت شده. پیرمرد دوباره کیسش رو از روی کولش انداخت و سرش رو خاروند و گفت: تا اونجایی که حافظه من یاری میکنه کالسکه‌ای در اینجا نبوده. در جاده اون طرف کوه اتوبوس رفت آمد میکنه و آخرین اتوبوس شبم 2 ساعت قبل عبور کرد. فکر میکنم با همون اتوبوس اومده باشی. خب حالا خیال داری کجا بری؟ مایهیل گفت: شاید با همون اتوبوس اومده باشم، شایدم نیومده باشم، اما به هر حال ممنون میشم اگه راهی رو که به کاریگاشین میره نشونم بدین. پیرمرد از کچخلقی مایهیل ابدا ناراحت نشد. گفت: آیا اون درخت های زیاد رو که در کنار اون جاده‌ای که پشت کوه میپیچه هست میبینی؟ اونجا کاریگاشینه. منم دارم به اونجا میرم و از اینکه کسی همراه هم باشه خوشحال میشم. خب پس داری برای کریسمس به خونه میری. فکر میکردم تا چند کیلومتری اطراف اینجا همه رو میشناسم، اما چهره تو رو به خاطر نمیارم. اسمت چیه پسر جون؟ پسر گفت: مایهیل دالی. مرد گفت: تا اونجایی که میدونم کسی به نام دالی در کاریگاشین زندگی نمیکنه، اما در طول راه میتونیم با هم در این باره صحبت کنیم. اسم من پودین کفریه. مایهیل کیسه او رو برداشت. با وجودی که پسری قوی بود، کیسه به نظرش خیلی سنگین رسید. تعجب میکرد که چطور پیرمرد تونسته چنین کیسه سنگینی رو حمل کنه. پودین کفری هم در عوض بخچه مایهیل رو برداشت و هر دو به راه افتادن. روی شونه ها، کیسه ها، موها و ابروهاشون برف نشسته بود، ولی اونها اصلاً به این موضوع اعتنا نمی کردن، چون مایهیل داشت ماجرای زندگیش رو برای پیرمرد شرح می داد. پیرمرد پرسید: که این طور؟ تو طفلک بیچاره یتیمی؟ مایهیل گفت: بله. پیرمرد گفت: آیا پدری، مادری، خواهری، برادری یا دوستی نداری؟ پسر گفت: نه، هیچ کس رو ندارم. پیرمرد پرسید: و این کسایی که تو براشون کار میکنی، اونها چجور آدمایی هستن؟ مایهیل جواب داد: آدمای بدی نیستن. یکی از همین روزا قرار منو دستیار خودشون بکنن. پیرمرد گفت: حالا بیا یک تصور بکنیم. توجه کن، دارم میگم تصور کنیم. فرض کن موقعیتی پیش بیاد که تو شاگرد مغازه پیرمرد و پیرزنی بشی که دست تنها هستن و نیاز به کمک دارن. فقط تصور کنیم که برای خودت اتاقی با 2 پنجره، یکی رو به بازار و یکی رو به کوهستان داشته باشی. روزی 3 وعده غذای خوب و عصرانه بخوری
هفته ای 10 شیلینگم دستمزد بگیری و اگه دلت خواست بتونی سگ یا گربه یا دوچرخه‌ای داشته باشی. اون وقت چی میگی؟ پیرمرد از گوشه چشم مایهیل رو نگاه کرد. مایهیل هم برگشت و او رو نگاه کرد و پرسید: نکنه شما همون پودین کفری هستید که کنار اداره پست مغازه داره؟ پیرمرد جواب داد: بله خودم هستم. مایهیل گفت: حالا یادم اومد. پدرم به من گفته بود که هر وقت به دوستی احتیاج داشتی به پودین کفری نامه بنویس. پیرمرد پرسید: پسر جون، پس چرا ننوشتی؟ ها؟ چرا ننوشتی؟ پسر جواب داد: راستش خجالت میکشیدم. مادرم به من گفت که پیش از ترک کاریگاشین به همه گفته بودن که برای به دست آوردن موقعیت بهتری به دوبلین میرن و وقتی که به آرزوشون رسیدن سوار بر کالسکه خوشبختی به اونجا بر میگردن. پیرمرد با خنده گفت: مگه تو به آرزوت نرسیدی و با کالسکه بر نگشتی؟ خب اونجا روشنایی کاریگاشینه. مای هیل دالی، میخوای همراه من به خونم بیای؟ مای هیل گفت: اگه شما بخواید آقای کفری. پیرمرد خندید و گفت: فکرشو بکن، من با کیسه ای پر از هدیه بیرون رفتم و با یک شاگرد مغازه برگشتم. مایهیل، به نظرت خوب نشد که آخرین اتوبوس کریسمس رو سوار شدی؟ مایهیل دلی جواب داد: چرا؟ واقعا خوب شد. مایهیل از اونجا میتونست مغازه ای رو ببینه که پیرزنی میون دو لنگه در اون ایستاده بود و بیرون رو نگاه میکرد. او با یک نگاه تونست سایه رقصون شمع و تمثال قدیسین رو روی دیوار و شمع بزرگ و قرمز کریسمس رو که روی میز به انتظار جوانترین عضو خانواده بود تا اون رو روشن کنه ببینه. دوستان خوب، دیگه وقت خداحافظیه. تا هفته آینده همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. سرفراز باشید.